Allah。 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و کفا سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد بیناندگان از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با برنامه آموزش تجوید در خدمت شما نوریان عزیز هستیم برنامه تجوید هدفش اینه که شما را با تجوید قرآن آشنا بکنه و امید است که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم از عهده این امر بزرگ سربلند و سرفراز بیرون بیاییم و بتونیم فایده رسان باشیم و به شما فایده برسونیم ما قبلا در برنامه گذشته در مورد مخارج حروف صحبت کردیم و مخارج حروف رو به پایان بردیم برای اینکه اون درسی که ما دادیم در مورد مخارج حروف بیشتر در ذهن شما عزیزان جای بگیره ما دو سوره از سوره های قرآن که مشتمل بر تمام حروف عربی است به سمع شما میرسونیم و این دو سوره را گوش میدیم و گوش جان میسپاریم به تلاوت این دو سوره و کیفیت تلفظ حروف این دو سوره که چگونه باید این حروف تلفظ بشه در هنگام تلف... در هنگام تلاوت این دو سوره شما بینندگان میتونید قرآن را باز کنید و به دقت گوش جان بسپارید به تلاوت این آیات یعنی سوره فاتحه و سوره لیل و چگونگی تلفظ این آیات گوشی جان می به تلاوت سوره فاتحه یعنی سوره الحمدلله رب العالمین و سوره لیل که و لیل اذا یغشا هستش بعد از شنیدن تلاوت این دو سوره متوجه شدیم که این دو سوره مشتمل بر تمام حروف زبان عربی هستش و متوجه مخارج حروف هم شدیم که چگونه ما باید این حروف رو تلفظ بکنیم شما اگر دقت بکنید مسئله ای که بسیار در اون اشتباه میکنند هنگام تلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم نقول قلت, قلت بعد بشكل وقت ما ميجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعض يوم أعوذ بالله من, الشي... من الشيطان من الشيطان الرجيم شي... شيطا... بعض شيطان الرجيم نه. شين داره أعوذ بالله من الشيطان هم باید غلیز تلفظ بشه و همچنین وقتی که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بعضی میگن بسم الله الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بعضی میگن بسم الله الرحمن الرحیم بعد دقت کرد که هنگام تلفظ بسم الله الرحمن الرحیم ما گفتیم که باید دقت بشه که بسم الله الرحمن الرحیم خیلی باید دقت بشه در کیفیت تلفظ اون ما در روی تخت سیاه خواهیم نوشت که بسم الله چگونه نوشته میشه نگاه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم حالا بعضی ها وقتی که دقت دقت بکنید وقتی تلفظ میکنن میگن بسم الله الرحمن الرحیم نگاه وقتی میگه رحمان اینجا اینطوری میشه الرحمن, الرحمن اگر های جیمی رو درست تلفظ نکنه و نگه الرحمان الرحمن ما گفتیم رحمان ها از وسط حلق تلفظ میشه ولی اگر ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان نگاه از ته حلق تلفظ میشه رحمان رحمان ولی بعد بگیم رحمان حالا همچنین در رحیم میگه ار رحیم ار رحیم اینجوری میشه در حالی که ما داریم یک حرف رو تبدیل به حرف دیگر میکنیم رحیم رو تبدیل به رحیم میکنیم رحیم رحمان رو تبدیل به رحمان میکنیم و بعضیا وقتی که الله رو تلفظ میکنه میگه الله بسم الله بسم الله اینجوری میشه وقتی که الله را های الله را یعنی مانند جیم تلفظ مانند ها تلفظ بکنیم مثلا بگیم بسم الله بسم الله اینجوری میشه مثل این میشه در حالی که ما داریم بسم الله بسم الله پس باید دقت کرد که چگونه ما مخارج رو تلفظ بکنیم و با این وسیله و با شناخت مخارج حروف است که ما دقت باید بخرج بدیم که این اشتباهات به وقوع نپیوندند و با شناخت مخارج حروف است که ما میتونیم حرف رو به خوبی تلفظ بکنیم و از مخرج صحیحش خارج بکنیم و تلفظ بکنیم پس این فایده‌ی مخارج حروف است و فایده شناخت مخارج حروف است که ما میتونیم حرف رو به خوبی و از جای خودش خارج بسازیم پس اینجا میفهمیم بسم الله رو بسم الله الرحمن الرحیم اینجاست که ما متوجه میشیم و همچنین در الحمدلله رب العالمین باز همین گونه هستش وقتی که ما سوره

رب العالمین عالمین عین از وسط حلق تلفظ میشه پس باید دقت کرد الرحمن الرحیم باز همین گونه که ما گفتیم نباید اشتباه بشه بس مالکی مالکی یوم الدین خب اینجا باید دقت کرد در یوم الدین بعضی میگن مالکی یوم الدین یوم الدین یا را که فتح داره تبدیل به زمه میکنن اشتباه هستش مالك که يو یا الدين و ای باید دقت کرد بعضی میگن میگن اییایا این اشتباه و معنی رو دگرگون میکنه. پس ما باید بگیم یا یا نعبد و و نستعين نستعین حالا در نعیل باید دقت کرد بعضی ها سین رو مثل ساد تلفظ میکنن و تا را مثل تا تلفظ میکنن میگن، ایه که نعبد و یاک نستعین نستعین اشتباستش یاک نستعین نستعین هر دو هم سین و هم تا صفت استفال داره یعنی نازک تلفظ میشن ولی صاد و تا صفتشون استعلاست یعنی تلفظ میشن کلف تلفظ میشن پس اینجاست که ما باید فرق بین اونها رو بفهمیم اهدین از سراط المستقیم بعد دقت کرد اینجا باز ها ما داریم نباید بگیم اهدین الصراط نباید بگیم اهدین الصراط صاد بعد مثل سین تلفظ نکنیم صاد یعنی غلیز تلفظ بشه سراط الپا باز, باز مثل تای دو نقطه تلفظ نکنیم نگیم اهدین از ال... سراط بعضی میگن اهدین از مستقیم المستقیم سراط مستقیم نه اشتباه استش سراطا اهدنا الصراط المستقيم مستقیم بعد دقت بعد کرد صراط الذين انعمت اینجا اشتباهی که زیاد درش رخ میده غیر المغضوب مغضوب ضاد و همچنین ولا ضالين که ما قبلا اشاره کردیم و در برنامه گذشته اشاره بهش شد که ضاد اگر درست تلفظ نکنیم ممکنه به چهار تاریخ مثلا ما خیال بکنیم یعنی با چهار حرف اشتباه بگیریم با دال زای و ذال و ذا با این چهار تا ممکنه ما اشتباه بگیریم اگر درست تلفظ نکنیم و مغضوب بعضی ها میگن مغضوبه غیر المغضوبه خب مغضوب مغضوب بعضی ها میگن بعد میگن مغضوبه نه اینجا اشتباه هستش مغضوب کنار زبان به چسبه به دندان های آسیای بالا ولا ضالین باز داد هم مثل همون مغضوب هست و باید به کنار کنار زبان رو چسبون به دندان های آسیاب بالا بعد از اون سوره لیل میاد و لیل اذا یغش خب اینجا در این سوره بیشترین اشتباهی که رخ میده در و ما خلق الذکر اینجا اشتباه میشه بعضی میگن و ما خلق الزکر والانسا تا را مثل سین تلفظ میکنه و ذال رو مثل زای تلفظ میکنه در حالی که اشتباه هستش بعد این گونه تلفظ بشه و ما خلق الذکر والانثا خب ان سعیكم لشتا بعضی میگن لشتا تای دو نقطه را مثل تا تلفظ میکنه نه لشتا نگاه وقتی که تا رو تلفظ میکنیم دهان از هم باز میشه ده. لشت ولی تا مثلا ما میگیم تا دهان جمع میشه اینجا فاما من اعطا نگاه اعطا تا نمیگیم اعطا بعضی میگن فاما من اعطا اعطا اشتباسش اعطا واتقا دقت باید کرد وصدق بالحسنى لقى صاد بعد السن وصدق بالحسنى حسنى بعد قد كار فرق بين صاد و سين خب واما من بخيل بخيل لقى خي بايد دقات كار غليز تلفز بشي واما من بخيل بخيل يعني حالت داشته بشي وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى بعض ما ترد تردى نعم تردى تردى أول نازوك تلفز مش بعد غليز بعد دوره نازوك ترى تردى خب إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانذرتكم ناراً تلظا تلظا نگاه اینجا اشتباه زیاد میشه فانذرتكم نارا تلظا بعضی میگن تلظا تلظا نگاه تلظا اینجا اشتباه استش تلظا نگاه تلظا نوک زبان باید بیرون بیاد و نوک دندان اون بالا بر روی آخر زبان یا نوک زبان بر روی آخر زبان قرار بگیره تلوا و پس اینجاست که ما فرق بین این حروف رو از هم دیگر میشناسیم خب و سیجنب هل اتقا اتقا بعضی میگن و سیجنب هل اتقا قا کا تا قا فرق میکنه و سیجنب هل اتقا خب همچنین و ما احد عنده من نعمت تجزا تجزا اینجا بسیار اشتباه چون اینجا قلقله درش وجود داره تجزا بعضا میگن تجزا تجزا باید نازک تلفظ بشه الا بتقاء وجه ربه الاعلى اینم باز همون اشاره که قبلا کردیم در ها تلفظ ها مثل ها تلفظ نشه نگن الا به تقا وجه ربه نه وجه ربه ولا سوف يرضى باد باز با تلفظ بشه پس این تلفظ صحیح در این آیات و چگونگی تلف... یعنی تلاوت آیات به طور صحیح خب بعد از این میپردازیم به درس دیگر از درس های تجوید به نام بعضی از صفات مهم حروف بعد از شنیدن این آیات و تجزیه و تحلیل کردن این مخارج و کیفیت تلفظ این حروف بر این آیات یعنی سوره فاتحه و سوره لیل و گفتیم که چه اشتباهاتی رخ میده باید دقت کرد ما وقتی که میخواییم آیات رو صحیح تلفظ بکنیم باید حتما قرآن رو باز کنیم تا اینکه وقتی که قاری قرآن تلاوت میکنه این مخارج رو به گوش بشنویم که چگونه تلا تلاوت میشه و شنیده میشه و اگر با تصویر باشه که چه بهتر که ما زبان اون استاد رو هم و لب استاد هم بفهمیم که چگونه به هم میاد خیلی بهتر است تا اینکه به حساب از ضبط صوتی اینها یا به بدون تصویر باشه در اینجا وقت برنامه ما به اتمام میرسد و تا درس دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله the